دوستان گرامی، در این قسمت از برنامه توجهتون رو به گزارش همکارم از فضای مجازی جلب می‌کنم. سلام. با آرزوی موفقیت برای همه شما به سراغ بخش دیگه‌ای از گزارشی از فضای مجازی می‌ریم. با اینکه از مراسم حکومتی در روز 22 بهمن گذشته، اما تصاویر خنده‌دار و صحنه‌های مضحک از سیرکی که رژیم توی این روز به راه انداخت در فضای مجازی منتشر میشه. با هم تصاویر می‌بینیم. این هم یکی از همون تصاویر هست. این هم نمایش 22 بهمن خامنه ای روحانی. در ضمن اون گفته شده اینا میخوان مقابل جوونا وایسن، وای به حال نظام مقتدر ولایت. تصویر بعدی هم قاسم سلیمانی مقوایی هست. میگه بچه ها قاسم سلیمانی مقوایی هم اومد. کلن مقوا مثل اینکه ترنده تو جمهوری اسلامی. البته بعد از امام مقوایی دیگه اینکه چیزی نیستش. این هم تصویر قهرمان جام جهانی ساندی سرخا که در 22 بهمن در تهران بوده. اما حقیقت رو میشه از توی این فیلم که از اصفهان هست به خوبی دید. راهپیمایی میلیونی، ولی اگه نگاه بکنیم فقط 4-5 نفر جمع شدن. بله. در این وانفسا و بازار کسادی بازار حکومت، عده‌ای از به اصطلاح اصلاح طلب‌ها که این روزها به استمرار طلبان معروف شدند، به علاوه روحانی خواستار رفراندوم شدند. و کسی پوشیده نیست که در دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه که کوچکترین اعتراضی با سرکوب مواجه میشه، رفراندوم و یا احترام به نتیجه اون چیز بی‌معنی هستش. به همین دلیل هم هست که هشتگ رفراندوم در فضای مجازی به راه افتاده که پست هایی رو که با این هشتگ هست با هم میبینیم. گفته آیا وجود اسم این سبزک عمامه‌دار در لیست امضا کنندگان بیانیه رفراندوم کافی نیست تا به ماهیت آن شک کنیم؟ و اما تصویر بعدی هم این هست که میگه باید که خواهان انقلاب و تغییر نظام جمهوری اسلامی یا ساده تر برانداز باشید تا بتوانید از رفراندوم در پسا انقلاب سخن بگویید، نه در جمهوری اسلامی. به دنبال شعار و وعده های سر خرمن هم نباید بود. همینطور یکی از کاربران هم تصاویری از رسانه ها و روزنامه های رژیم رو منتشر کرده و گفته همچنان میخواهند سر مردم را با بحث صندوق رأی و رفراندوم کلاه بذارند. اکثریت مردم خواهان سرنگونی کل نظام هستند. باندهای اصلاح طلب و اصولگرا هنوز باور ندارند بازی تمام شده. کاربر دیگه هم اینطور نوشته در کشور ما بحران ها حل نمی شوند. طبق رسم رؤسای جمهور سابق فقط از حالتی به حالت دیگر منتقل می شوند. یکی از ابزارهای دم دستی برای این انتقال که متاسفانه پشتوانه قانون اساسی هم دارد رفراندوم است. ظاهراً باز نقشه ای کشیدن. کاربر دیگه ای هم گفته جالبه بعد از اعتراضات سراسری یه جوری ترسیدن که اومدن از رفراندوم حرف میزنن. ما رفراندوم نمیخوایم. خودتون رو سر کار نذارین. ما هدفمون سرنگونی نظامه. و اما هشدار برای فعالین در فضای مجازی و به خصوص ادمین های کانال های مختلف. هشدار به ادمین کانال های مختلف. امروز به تعدادی از ادمین های کانال های مخالف سند زیپی تحت عنوان فیلم های دیده نشده از قیام ارسال شده که اولین فایل موجود در آن
یک سند EXE حاوی تروجان دانلودر هست. و اما یکی از موضوعات دردناکی که بعد از گذشت 3 ماه از زلزله کرمانشاه دوباره مطرح شده، وضعیت فاجعه بار و دردناک هموطنانمون در این مناطق هستش. همچنان حکومت هیچ کمکی نمی‌کنه و همچنان هم سرما و بی‌سرپناهی این هموطنانمون رو، جون این هموطنانمون رو می‌گیره. این تصویری هست از کارن الیاسی، کودک زلزله‌زده‌ای که از سرما جان داد. کارن سومین کودک سرپل ذهبی هست که از دست میره. اون کودک 2 ماهه‌ای هست بر اثر تب و عفونت شدید و بی‌عملی کارگزاران حکومتی جان خود را از دست داد. همچنین شب گذشته فیلمی از آتش سوزی در چادر اسکان اضطراری زلزله زدگان در سرپل ذهب منتشر شده که با هم می‌بینیم. بله، این هموطنانمون برای چندمین بار هست که بی سرپناه میشن. در این شرایط حکومت به اینها حتی کانکس نمیده که هیچ. کانکس هایی هم که سپاه چند ماه پیش با هزینه میلیونی به مردم غالب کرده هم اینقدر وضعیت خرابی دارن که با یه باد سقوط میکنن. ملاحظه بفرماییم. بله، در پایان به سراغ کاریکاتوری‌های می‌ریم که در فضای مجازی منتشر شده در رابطه با 22 بهمن هست و همینطور ترس و ضعف نظام ولایت رو از مقابله با جوان‌ها نشون میده. این کاریکاتوری هست که حماسه راهپیمایی 22 بهمن رو نشون میده. حماسه راهپیمایی 22 بهمن و ساندیس خوران ولایت معاش. این هم کاریکاتور دیگه‌ای هست که میگه نه به 39 سال جنایت، فساد، اعدام، حق‌کشی، سرکوب، فقر و کشتار. براندازم و تا سقوط دیکتاتور آرام نخواهم گرفت. این هم جنگ حکومت آخوندی با شبکه‌های اجتماعی هست که کاری هست از یاسر احمد، کارتونیست سوری. بله، نگاه کوتاهی داشتیم به اخبار، فعالیت‌ها و تحولاتی که در فضای مجازی وجود داره و در جریان هست. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.